رزل هستن ببینن بازیکنی که در درون محوطه جریمه خیلی خوب عمل میکنه و بوی گل میده در این لحظات حساس. آیا به کمک پرسپولیس میاد یا خیر؟ یه فرار، فرصت برای بازیکن سبا. ببینید توپ به کجا میرسه. سلیمان فلاح و توی دروازه، گل برای تیم سبای قم. سبای قم 1-0 در ورزشگاه آزادی از پرسپولیس جلو میفته. حالا حامد لک از درون دروازه اومده اونجا و میرم به اون گوشه زمین. اینم هواداره استقلالی از ظاهرا اونجا که این گل رو جشن میگیرند. البته شاید هم هواداره سبا باشه اما پرچم آبی اونجا دیده میشه. به هر حال یکی از در واقع رنگ‌های اصلی سبا آبی رنگ هست. اینم توپی که بعد زمینی و قشنگ سلیمان فلاح توپ رو در درون دروازه قرار داد. تعویض طلایی نیمکت تیم سبای قم و یحیی گل محمدی که نمیشه بگیم در ارتباط نبوده با بازیکن در زمین. بله یحیی گل محمدی همیشه پرسپولیس قوی در مقابل پرسپولیس خوب نتیجه میگیرند. هفته گذشته که مشتبه زارعی یادتون هست، اینجا هم که یحیی گل محمدی کلا در بازی قبلی هم دیده بودین که پرسپولیس در اواخر مسابقه یه مقدار از نظر بدنی کم می آوردند. دیگه تعویضاش هم انجام شده. آقای مانوئل جوزه یک بار دیگه فرصت در گوشه منطقه جریمه. این برخورد که پنالتی میگیره داور. اعلام پنالتی برای تیم سبای قم به وسیله آقای محسن ترکی. اعتراض پرسپولیسیا فایده ای نداره. بله یک بار دیگه نگاه میکنید. استاد پنالتی دادن محسن طلای با ارزش المپیک رو به دست آورد. ببینید پنالتی رو اکبر صادقی آیا به گل تبدیل میکنه یا نه. نیلسون در مقابل او هست. صادقی توی دروازه. اکبر صادقی حساب کار رو 2-0 میکنه و دیگه نتیجه بازی هم مشخص میشه. اکثر تماشاگران هم دیگه رفت رفت ورزشگاه رو ترک میکنن. آقای کیروش هم تصمیم به ترک ورزشگاه میگیره در دقیقه 90. اینم توپی که صادقی در خلاف جهت حرکت نیلسون در درون دروازه قرار میده. شاید اگر نیلسون توپو میگرفت یه امیدی در این لحظات آخر باقی میموند برای پرسپولیس و نیلسون هم میتونست خودش رو ثابت بکنه در ترکیب تیم پرسپولیس. یحیی گل محمدی در دو مقطع در تیم پرسپولیس بازی کرده. بازی های درخشانش رو خیلی از هواداران پرسپولیس به خاطر دارن.